توماس توخل سرمربی بایرن مونیخ در آستانه دیدار تیمش با منچستر سیتی در لیگ قهرمانان اروپا به ستایش از پپ گواردیولا و تیمش پرداخت و گفت سیتی بهترین فوتبال حال حاضر اروپا را بازی می کند. ماتیاس دلخت مدافع هلندی بایرن مونیخ پیش از دیدار تیمش با منچستر سیتی در لیگ قهرمانان میگوید ایرلینگ هالند در اوج آمادگی است ولی خط دفاعی بایرن میتواند مانع از گلزنی او بشود. روبن دیاس از رویارویی با ژائو کانسلو خوشحال است ولی گفت که سوت بازی که زده شود رفاقت ها از بین خواهد رفت. لوکاس هرناندز مدافع بایرن مونیخ برای اولین بار پس از پارگی رباط صلیبی زانوی راست خود هنگام بازی برای فرانسه در جام جهانی با توپ تمرین کرد. هواداران بارسا شب گذشته هم در دیدار تیمشان مقابل خیرونا مثل بازی قبلی بلوگرانا در دقیقه 10 نام مسی را صدا زدند تا یک بار دیگر خواهان بازگشت او به باشگاه کاتالان بشوند. ژاوی هرناندز سرمربی بارسا معتقد است اگرچه تیمش نتوانست مقابل خیرونا به پیروزی برسد اما فاصله 13 امتیازی با رئال در فاصله 10 هفته تا پایان فصل یک برتری قابل توجه است. بازگشت تییاگو سیلوا به تمرین چلسی در آستانه دیدار حساس این تیم با رئال مادرید در لیگ قهرمانان بهترین خبر ممکن برای فرانک لمپارد به حساب می آید. سزار آسپیلیکوئتا کاپیتان چلسی با اظهار نظری درباره لوئیس انریکه باعث شد شایعات درباره اینکه او سرمربی آینده این باشگاه انگلیسی است بیش از پیش تقویت شود. مارسلو توانست در نخستین دیداری که برای فلومیننزه به میدان رفت عنوان قهرمانی جام کاریوکا را به دست بیاورد. مایکل اولیس ستاره جوان کریستال پالاس در بازی مقابل لیدز و در ارسال پاس گل اتریک کرد. او جوانترین بازیکن است که در لیگ برتر به این رکورد دست یافته است. و اینکه با اعلام فدراسیون فوتبال عربستان مایکل الیور انگلیسی قضاوت دیدار فوق اساس الهلال و النصر را بر عهده خواهد داشت.